هزاره های جلال آباد قسمت اول. در بهسود مشرقی از گذشته های دور هزاره های بهسودی زندگی می کردند. این مناطق اکنون در اشغال کامل افغان ها است. بهسودی ها زمستان در جلال آباد و لغمان می رفتند و تابستان به هزارستان ییلاق می کردند. بهسود مشرقی قشلاقگاه و بهسود هزارستان ایلاقگاه این مردم بود. هزاره ها در سده های بعدی به تدریج از بهسود مشرقی نواحی کابل و میدان وردک به طرف هزارستان عقب نشینی کردند. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان. به سلسله ویدیوهای تاریخ شفاهی، آوارگی ها، محرومیت ها و مظالم گوناگون رفته بر مردم همواره محکوم در طول تاریخ خونین وطن، یعنی هزاره ها و قهرمانی قهرمانان و یلان بینام و نشان و معروف هزارستان بزرگ، این بار اما برگی از برگ های تاریخ غمبار و داستان آوارگی ها و اردم شهیدی های مان را با هم مرور میکنیم. یعنی هزاره های جلال آباد نقل شده از کتاب هزاره های اهل سنت نوشته دکتر حفیظ شریعتی. با ما همراه باشید. برای حمایت از ما مفاخر و مشاهیر بزرگ، زیبایی ها، شگفتی ها و افتخارات هزارستان بزرگ، چینل نوای هزارستان را سابسکرایب و ویدیوها را لایک و شیر کنید. گزینه زنگوله را هم فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. در گذشته بهسود و بهسود مشرقی و بهسود میدان تقسیم می شده است که نامی پیشین آن میدان یا میدان شا بوده است و برخی ها هم خواد گفتند و در اطلس چاپ لندن بیسوک را شیخ میرا ضبط کرده است. هزاره های بهسودی در گذشته در ولایت های لوگر، ننگرهار، کابل و لغمان زندگی می کردند. عبدالقادر مالویی از ایماق بهسود و امیر آقباغای بهسود نام برده است و امیر آقباغا بهسود را صاحب قرآن ایالت قوم بهسود می شمارد. در بهسود مشرقی از گذشته های دور هزاره های بهسودی زندگی می کردن. این مناطق اکنون در اشغال کامل افغان ها است. بهسودی ها ضمن بهسود مشرقی بخش های عمده از ولایت میدان وردک امروزی را در اختیار داشتند. از آنجایی که در گذشته بخش بزرگی از مردم هزاره زندگی قشلاقی ایلاقی داشتند، بهسودی ها زمستان در جلال آباد و لغمان می رفتن و تابستان به هزارستان ییلاق می کردن. چنانچه جوی بهسود در دامنه کوه قروق یا قوریق یا گاری اینجا به جایی ها است. قبر بابا بهسود در نقطه در قلعه این کوه قرار دارد. خوانین و مردم بهسود تا قبل از فتنه عبدالرحمن به زیارت مزار بابا بهسود می رفتند. ولسوالی نرخ که در گذشته نام یکی از طوایف بهسود بوده است و ارغنده یا اشغنده که ارغند در هزارگی آب خروشان را گویند و در گذشته نام یکی از طوایف هزاره بوده است، نشان از زیستگاه هزاره ها در این مناطق دارند. و دیگر سخن، هزاره های بهسود در گذشته مناطق وسیعی را در اختیار داشتند که این منطقه از حدود پشار تا جلال آباد، بهسود مشرقی، لغمان و پاکستان گرفته تا کابل، میدان وردک، جلریز و بهسود کنونی را شامل می شد. بهسود مشرقی قشلاقگاه و بهسود هزارستان ایلاقگاه این مردم بود. هزاره ها در سده های بعدی به تدریج از بهسود مشرقی نواحی کابل و میدان وردک به طرف هزارستان عقب نشینی کردند. اما ایده کمی از آنان استقامت ورزیدند و در بهسود مشرقی در اولسوالی کنونی بهسود ننگرهار که در شمال شرقی شهر جلال آباد موقعیت دارد ماندگار شدند. هزاره های بهسود ننگرهار کما بیش خلق و خوی و چهره هزارگیشان را حفظ کردند. اما در مرور ایام فرهنگ، زبان و مذهب مردمان پشتون را فرا گرفتند و با آنان خویشاوند شدند و چنین شد که رابطهشان با هزارستان قطع شدند. در ولایت خوست و پکتیا قوم مسعود وجود دارد که نظر برخی از تاریخ نگاران بر آن است که قوم مسعود هزاره نیست. ولی حاج کاظم یزدانی می نویسد که بهسود و مقصود دو برادر بودند. بهسود به همان نام هزاره باقی ماند که بهسود کنونی به نام ایشان است و اما مقصود که دور از آن زیست سرانجام مسعود شد و در مرور زمان به پشتون ها گرایید و اکنون پشتون است. همین طور در پکتیا در دره پیش در دهانه خوله میدان قبرستان با 350 قبر است که به خاک هزاره معروف است. خاک هزاره روستایی در پکتیا نیز است و در منطقه ژوب قلعه به نام قلعه هزاره است که نشان از مناطق هزاره بودن این منطقه ها دارد. در بابرنامه درباره این طایفه چنین آمده
کرده است. به هزاره سلطان مسعودی اسب و گوسفند بسیار زیاد انداخته. تحصیلداران فرستاده شدند. بعد از چند روز از تحصیلداران خبر رسید که هزاره مال نداده و در مقام سرکشی شدند. پیشتر از این هم چند نوبت راه غزنی و گردیز را زده بودند. از این جهت به خاطر تاختن هزاره سلطان مسعودی سواری کرده شد و راه میدان آمده. از کوتل چرخ شب و شب گذشته وقتی فرس در نواحی هینو یا عینک بر هزاره تاخته شد و خاطر خواه تاخته شد. نام طوایف و محل زندگی آنان چنین اند: سروبی جنوب شرق آرگون، عویزی در توشدره گومل، ظرفخیل، شیرینخیل، کردی یا کردیخیل، بهلولزی. سروبی شمالی و جنوبی عباسخیل، گومل، امیرخیل، علیخانی، طالبخیل، ابراهیمخیل، گلمرخیل، شیرازخیل. نام قریه های در سروبی پکتیا مانند قلعه نوپاسنی، قلعه کهنپاسنی، مستوی و بیستوی، عباسخیل شمالی و جنوبی، منگروتوی، منگروجوی، خانی، هیبتی، سودان، شوران و در اولسوالی سروبی کابل مانند قلعه کلان، لکرلام، نغلو، یخدانه، سلامخیل، جگدلک، چشمدکه، حسینخیل، گاز، گوگامانده، کتکی، شویندی، وکر، رودبار، سروبی، تیزین، خاص، جلبی، سید میا رسول، مرغی، خل آهنگر، شامک، زرنده، گردی مرغه، جرب جروبی و شیراب همانشان از زیستگاه هزاره ها دارند و ممکن است بسیاری از باشندگان این قریه ها هزاره ها باشند که اکنون پشتون شدند. ابن بطوطه نامدار در سال 733 در سفر به بهسود یعنی بهسود قدیم عطا ولی یا عطا اولیا را ملاقات می کند. ایشان می نویسد حدود 40 روز خارج از شهر قندوز برای چرانیدن شتران و اسبان خود توقف کردیم. این محل چراگاه های خوب و علف فراوان داشت و بسیار امن بود. امنیت این منطقه مرهون احکام شدیدی بود که از جانب امیر برنتیه یا امیر پروان مقرر شده بود. پیش از آن گفتیم که مجازات دزدی در قانون ترک ها این است که هر کسی اسب را بدزدد باید آن اسب را با نور از اسب دیگر پس بدهد. از برکت این قانون مردم چارپایان خود را سر خود رها می کنند و فقط اسم خود را بر ران چارپا داغ می کنند که ما نیز همین کار را کردیم. در راه ما کوهی بود که هندوکش نامیده می شد، یعنی قاتل هندوها، چون بردگان و کنیزگانی را که از هند می آوردند اغلب از شدت سرما و یخبندان در حین عبور از این کوه ها تلف می شدند. بعد از عبور از هندوکش به پنچیر یعنی پنچیر رسیدیم که به معنی پنج کوه است. از آنجا به کوهستان پشای یعنی پشایی، امروز معروف به اولسوالی پشایی است و مردمانش با سایر سکنه اولسوالی های مجاور از رهگذر زبان، چهره و عادات های اجتماعی تا حدود متفاوتند و یکی از اقوام عمده هزاره بهسود و جاغوری نیز به نام پشی اند. رسیدیم که زاویه شیخ عطا اولیا در آن واقع است. عطا به ترکی به معنی پدر است. درباره این شیخ گویند که 300 سال عمر کرده است، اما به نظرم 50 ساله رسید. مردم آن نواحی اعتقاد فراوان به او دارند. مردم شهرها، قریه ها و حتی پادشاهان به زیارت او می آیند. شیخ عطا اولیا ما را اکرام فرمود و ضیافت داد. نزدیک زاویه شیخ در روی نهر آبی منزل کردیم. از آنجا به شهر بیرون رفتیم. با امیر برونتیا یعنی بیرون ملاقات کردیم. او با من نیکویی و اکرام فرمود و به نواب خود در شهر غزنی نامه نوشت و سفارش مرا به او نمود. تا تولی و بابا ولی که اکنون آرامگاهشان در ارغنداب و قندهار از دو رهبری مذهبی هزاره بودند، زیارت بابا ولی در فاصله 8 کیلومتری در شمال قندهار واقع است. سکوها و صوفه پیشی روی زیارت در زیر درختان انار و در کنار دریای ارغنداب واقع شده است. آنسان که گفته می شود بابا ولی یکی از عرفای مورد ارادت شاهرخ مرزای هراتی 1405 الا 1477 بود. زیارت با شکوه این قدوس عالی جا در بلندی تپه بالای یک چایخانه قرار گرفته است. این زیارت پوشش دیواری نداشته است و فقط یک حیاط نیمقد فراگرد آن را در بر گرفته بوده است و آرامگاه دو تن شاگردان مخلص این بزرگوار در پای این مقبره آرام گرفته است. مسیر حرکت ابن بطوطه از طریق قندوز به بغلان و از بغلان به پنشیر بوده است و از کوتل خواک که در زل شمالی دره پنشیر واقع است عبور کرده است و از طریق دره هزاره خود را در کوهستان پشای یا پشایی که در شمال غرب دره نجراب واقع است رسانده است. این دره محل بود و باش شیخ عطا اولیا پدر بهسودی ها بوده است. ایشان پس از ملاقات با شیخ مذکور به دیدن حکمران برونتیا یا پروان رفته است که در شهر بیرون واقع بوده است. شهر بیرون باید کوهی صافی باشد، یک اولسوالی هم دارد. ابن بطوطه از طریق کوههای سرزمین بیرون یا پروان خودش را به شرق کابل رسانده است و از آنجا از طریق بودخاک و تزین از راه لوگر به غزنی رفته است. این مناطق در گذشته محل زندگی هزاره ها بودند.
چنانچه بابور از هزاره های بدر اودرنج را بیاداوری کرده است، یکی از بلوکات کابل بدرو است که در پهلوی علاسای قرار دارد. سهرانشین این ولایت هزاره و افغانند و کلانترین هزاره ها هزاره سلطان مسعود است. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.